درد دل روان، برنامه‌ای با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. من دکتر جواد نفیسی هستم، خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. در برنامه درد دل روان امشب که ساعت 7 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه و 12 ساعت بعد باز پخش داره، توجه شما رو به یکی از شایع‌ترین اشکالات بشری که متاسفانه هنوز که هنوزه خوب شناخته نشده و درمان نشده جلب میکنم و اون استرابه. من میخوام به توجه شما بیارم که بشر بدون استراب قادر به زندگی نیست. درنچه ما هممون نیاز به استراب داریم که بتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم و با محیط خودمون بتونیم کنار بیاییم و تطابق کنیم. ولی مهمه که ما بدونیم که کجا استراب داشته باشیم، کی استراب داشته باشیم، چقدر استراب داشته باشیم، برای چه مدتی استراب داشته باشیم و به چه علتی استراب داشته باشیم. اگر ما میخوایم به استراب نگاه کنیم، باید متوجه بشیم که آیا این استرابی که ما داریم استرابی است که برای زنده موندن و زندگی کردن روانمون لازم داره، یا این استرابیه که نامناسبه و مطابقت نمیکنه با محیطمون و بی موقع است، یا بعد از اینکه دیگه نباید اونجا باشه اونجا میمونه و یا شدتش مطابق اون چیزی نیست که استراب آوره. در هر صورت استراب مرضی میشه زمانی که دیگه نه تنها برای تطبیق ما برای محیط کار نمیکنه، بلکه خودش سبب میشه که عمر ما رو کم کنه و ما رو مریض بکنه. متاسفانه استراب مرضی بسیار شایعه و آمار نشون میده که 8-12% بچه ها در آمریکا به این استراب شدید مرضی دچار هستند. و متاسفانه هرگز ما نتونستیم استراب رو درست بفهمیم و اونو درست درمان بکنیم. و حالا زمانی رسیده که ما باید به استراب به صورت دیگه نگاه بکنیم و علائم اونم با بیماری های دیگه اشتباه نکنیم، خصوصا در کودکان. بسیاری از آنچه که پزشکان به صورت Attention Deficit Disorder with ADDHD با پرفعالیتی تشخیص میدن به علت استرابه. بسیاری از بیتوجهی کودکان و گوشه‌گیری اونها و خجالتی شدن اونها به علت استراب. بسیاری از گرفتاری‌های اونها از نظر رفتاری و اینکه اداره کردن اونها برای والدین و اولیای مدرسه مشکل میشه به علت استراب اونهاست.
بسیاری از واکنش های این کودکان مثل پرخاشگریشون، مثل حالت انفجاریشون، مثل گریه‌زاری های نامناسبی که میکنن، بسیاری از دردهاشون، دلدردهاشون، سردردهاشون و شکایت های جسمی که دارن که ما هیچ علت جسمی در اونها پیدا نمی کنیم و دکترها مکررن اونها رو تست کردن و آزمایش کردن و معاینه کردن و هیچ علتی پیدا نکردن، به علت این استراب هاست. این حالت هومسیکنسی که پیدا میکنن که سبب میشه که نمیخوان از خونه بیرون برن، نمیخوان مدرسه برن، تعطیلات تابستون تموم میشه نمیخوان دوباره مدرسه رو شروع کنن، یا از مدرسه رفتن وحشت دارن، یا این رفتارهایی که کنارگیری میکنن و منزوی میشن، همه و همه میتوانه به علت این استرابشون باشه. و من پیشنهاد میکنم که قبل از اینکه ما هیچ تشخیصی روی این بچه ها بگذاریم، ابتدا سطح و میزان استراب اونها رو ارزیابی کنیم و اگر اینکه استراب شدیده، مطمئن بشیم که افسردگی هم اونجا نیست. چون اگر اینکه استراب و افسردگی اونجا باشه، بسیاری از علائمی رو که ما مربوط به سایر بیماری ها میبینیم در اونها میبینیم و ممکنه تشخیص اشتباهی بدیم، از جمله پرفعالیتی اونها، از جمله اینکه اونها اگر دائم الرت باشن و نتونن بشینن و نتونن رو پای خودشون بند بشن، حتی اگر اینکه در اونها علائم روان پریشی، سایکوزیس ببینیم، قبل از اینکه ما تشخیص دو قطبی رو اونها بذاریم، قبل از اینکه تشخیص اسکیزوفرنیا رو اونها بذاریم، ابتدا باید مطمئن بشیم که اون مربوط به استراب نیست، یا حالت اون چیزی که دیپرسونالیزیشن یا دیریالیزیشن نامیده میشه، اون مکانیزمای دفاعی نیست. چون این بچه ها باید یه راهی پیدا بکنن که این اضطراب شدید رو تحمل کنن و اونو بیارنش پایین. یکی از کارهایی که میتونن بکنن این که با پرفعالیتی، با جنب جوش زیاد، درد این اضطراب رو کم کنن و این اضطراب رو بسیار تخلیه کنن. یک کار دیگه که میتونن بکنن این که خودشون رو به کلی کنار بگیرن، کنار بکشن. چون موقعی که وارد گود میشن و شروع میکنن درگیر شدن با بقیه، استرابشون میره بالا. یا اینکه یک دفعه پرخاشگر بشن و تمپر تانتروم نشون بدن. و ما فقط نباید در بچه ها در این مورد نگاه کنیم، در بزرگ سالان هم میبینیم. و من میخوام توجه شما بینندگان گرامی رو به یکی از قهرمانان تنیس که در سطح جهانی مسابقه میداد چند روز پیش جلب کنم. اگر شما بینندگان گرامی یو اس اوپن رو نگاه کرده بودید، دیدید که این سرینا ویلیامز که قهرمان جهانی تنیس زنان بوده، چجوری تحت فشار به علت اضطراب شدید راکت تنیسش رو محکم زد به زمین و شکست در اعتراض به داور.
و بعداً پرخاش به داور در مورد اینکه او فکر میکرد داور منصفانه عمل نکرد. من نمیخوام اینجا وارد بحث این بشم که آیا اون حق داشت و حق با کی بود، و اصلا اون موضوع اصلا مطرح نیست که آیا جاستیفای بود، آیا حق با اون بود یا نبود. ما قضاوت اینجا نمیخوایم بکنیم، حتی اگر اینکه حقم با اون بود، اون رفتار براش به قیمت خیلی گرانی تموم شد. ببینید، برای یک زنی در اون مقام، قهرمان جهانی تنیس دنیا در میان زنها، پس این قهرمان شدن براش خیلی خیلی مهم بود که تونسته بود خودشو به اونجا برسون، یعنی همه چیز رو فدا کرده بود که به اون مقام برسه، به مدال طلا برسه، به جام جهانی برسه. ولی ببینید که اون استرابش در اون موقعی که خشمگین شد و استرابش رفت بالا و سبب شد که راکت رو انقدر محکم بزنه و بعد اونجوری اعتراض بکنه به داور، سبب شد که اون چیزی رو که تمام عمر برایش زحمت کشیده بود و حاصل زندگیش بود و برایش چنین موفقیتی رو در سطح جهانی پیش آورده بود، همه رو به راحتی خراب کرد با این تمپر تانتروم و با این حالت انفجاری خودش، که اینو بیشتر در بچه ها میبینیم و در مورد بچه های 4-5-6 ساله بیشتر قابل قبوله تا یه خانمی در اون سن و سال و در اون مقام بالای تنیس بازی. در نتیجه علائمی رو که استراب به وجود میاره ما باید بهش توجه کنیم و ببینیم که اگر به علت استراب بالاست، بعدا به درمان استراب بپردازیم که این وضع پیش نیاد و اینجور خرابکاری صورت نگیر. استراب میتونه خودشو به صورت عمومی نشون بده، generalized anxiety، میتونه در سنین بالاتر به صورت پانیک اتک یا انزایتی اتک یا حمله های هراسی و حمله های استرابی نشون بده. ممکنه سبب بشه که اینها در از نظر درسی اونجوری که ظرفیتشو دارن، اونجوری که استعدادشو دارن نتونن پرفورم کنن، نتونن پیشرفت بکنن و در امتحانات استرابشون بره بالا و اون باعث بشه که نتونن با تمام قوا و با اون چیزی رو که میدونن جواب سوالا رو بدن. ممکنه سبب بیخوابی براشون بشه، ممکنه که سبب بشه که اونها از نظر روابط خودشون با دیگران اشکال پیدا بکنن. در این بچه هایی که استرابشون خیلی بالاست، به طور شایع ما میبینیم که اینها حتی نمیتونن به چشم دیگران نگاه کنن و وقتی باشون حرف میزنن یا سرف کندن یا اینکه به در و دیوار نگاه میکنن یا دور خودشون دائم میگردن، نمیشه با اونها تماس پیدا کرد. و بعضی از متخصصین و معلمین و کسانی که با این بچه های مضطرب در کارن میدونن که باید شونه هاشونو بگیرن بگن به من نگاه کن تا تمرکز حواس اونها رو داشته باشن که بتونن اون چیزی رو که میخوان بهشون بگن بفهمونن. این موضوع رو هم باید قبول بکنیم که در بعضی از این اضطراب ها ممکنه
عوامل ارثی هم رول مهمی داشته باشه، عوامل ژنتیکلی. من به توجه شما میارم که نمیگم علتش ژنتیکی و ارثی و کروموزومیه، میگم ممکنه یه عاملی، یه فاکتوری باشه در این مورد. و تحقیقات نشون داده که در دوقلوهای یک تخمکی اگر یکی از این دوقلوها اضطراب شدید داره، امکان اینکه دیگری هم داشته باشه بیشتره و والدین اونها معمولاً با دو تا بچه مضطرب روز و شب رو به سر میبرن و زندگی رو براشون خیلی مشکل تر میکنه. ولی بیشتر این اضطراب ها ثانویه و به علت عوامل محیطی در بچه ها ایجاد میشه و این بچه ها وقتی اضطراب شدید میشه بسیار غم زده میشن و بسیار نروس میشن و عصبی میشن و بد رفتاری اونها زندگی رو هم برای خودشون زهر میکنه، هم برای اطرافیان. و اضطراب جدایی پیدا میکنن، یعنی اینکه نمیتونن تنهایی با خودشون حتی در سنین بالاتر بخوابن و دائم باید به مادر یا پدر آویزون بشن و تو تخت اونها بخوابن. و وقتی که به سنین بالاتر میرسن در نوجوانی، امکان استفاده از الکل و مواد مخدره و ماریوانا زیادتر میشه، برای اینکه اونها باید همیشه یه راهی پیدا بکنن که این استراب رو بیارن پایین. چون این استراب موقعی که انقدر بالاست بسیار ناگوار و دردناکه. من مثالی که مکرر برای شما بینندگان گرامی زدم این که مجسم کنید یه کتلی رو که روی اجاقه و آب جوش میاد و این فشار بخار آب باید یک دریچه‌ای رو باز کنه که فشار توی کتری بیاد پایین، یا اینکه باید اون آتش زیر خاموش بشه. اون آتشی که زیر کتریه معمولا احساساتیه که مدفون شده، یا خشم زیاده که معمولا خشم زیاد باشه است و احساسات دردناک باشه همراهه. مادام که اونا رو حس نکنن اون آتش خاموش نمیشه. ولی موقعی که اون آتش روشنه، اینا تنها رایی که براشون نمونه این که وقتی جوش میارن باید یه جوری اونو خالیش کنن و اونجاست که ما این اختلالات رفتاری رو در اونها میبینیم، پرفعالیتی رو میبینیم، گوشه‌گیری رو میبینیم، حالت انفجاری اونها رو میبینیم. ببینید اون مثالی که من برای شما زدم راجع به این خانم تنیس باز سرینا ویلیامز، اون بالاخره جوش آورد و بعدن دیدین چجوری اون دریچه باز شد و چطوری منفجر شد و چطوری راکت رو زد شکست. اگر شما این برنامه یو اس اوپن اون رو ندیدید، راحت میتونید روی یوتیوب برید و نگاه کنید و میبینید که منظور من از اینکه اون آب جوش میاد و باید یه دریچه پیدا کنه که باز بشه و بخارش خارج بشه، منظورم چیه. متاسفانه موقعی که این استراب در درون اونها دائما غوطه وره و حتی تو خواب هم ولیشون نمی کنه، اون موقع این افراد باید به یه چیزی پناه ببرن و اون میشه ریشه بسیاری از این سوء استفاده از داروها، انواع و اقسام داروها. میشه وسواس هایی که ما میبینیم که به صورت گوناگون خودش نشون میده که باید دائم یه چیزی رو تمیز کنن، همه چیز باید تحت کنترلشون باشه، چون هدف کنترل کردن این استرابه، وگرنه
انفجارش کار دستشون میده و حالت پرفکشنیستی که پیدا میکنن و یا اعتیاداتی که از نظر اعتیادات رفتاریه، مثل فرض کنین قماربازی، گمبلینگ، یا اعتیادات جنسی پیدا میکنن و روابط اونها با دیگران هم معمولا با شکست برخورد میکنه به علت این اضطراب بالا. پس همونجور که خدمتتون عرض کردن، من عوامل ژنتیکی رو نادیده نمیگیرم، ولی عوامل محیطی رول مهمتری رو با بازی میکنه توی این اضطراب. و اگر ما عوامل محیطی رو بتونیم درمان کنیم، میتونیم بر عوامل ژنتیکیشون غلبه بکنیم و این افراد میتونن به مرحله برسن که بتونن اضطراب خودشون رو کنترل بکنن و یا بهتر این که با اون عامل اضطراب آورشون دسترسی پیدا بکنن و اونو حس و لمس بکنن و اون آتش رو بالاخره خاموش کنن که اضطراب براشون ایجاد میکنه. و زمانی که این اضطراب خیلی خیلی شدید میشه، به حدی میرسه که قوای عقلانی اونا رو مختل میکنه و این افراد نمیتونن خوب قضاوت کنن، اون بخش ادراکی اون روان اونها دیگه کار نمیکنه و معمولا این افراد استرابشون به علت اینه که خیلی زود تو زندگیشون یه باورهایی پیدا کردن به علت تجاربی که داشتن که دیگه محیط و اطراف خودشون رو اونجوری که هست نمیبینن، بلکه اونو خطرناک میبینن محیطو و نمیتونن به هیچ کسی نزدیک بشن. و زمانی که ما صدمات طفولیتمون قبل از 3 سالگیه، در اون زمان دیگه این افراد نمیتونن بین حس کردن و تجربه کردن احساساتشون و عمل کردن و اون فرق بگذارن. همونجور که یه بچه‌ای که 1 ساله‌ای که فرض کنید احساس ادرار کردن میکنه و ادرار میکنه، بین حس ادرار کردن و ادرار کردن و تفکیک نمی کنه یا حس میکنه یه چیزی رو بزنه میزنه، این افراد هم متاسفانه روانشون در اون مرحله ایست کرده، توقف پیدا کرده و در نتیجه اونا دیگه نمیتونن یه چیزی رو حس کنن که من الان حس خشم میکنم، مثل این خانم سرینا ویلیامز نسبت به داور. حالا اون داور خودش نماینده چه کسی تو زندگی این زن بوده که خیلی بی‌عادلانه با اون رفتار کرده، خیلی بی‌انصاف بوده با اون. اون خیلی مهمه که به ریشش دسترسی پیدا کنیم. ولی حتی اگر در همون سطحی که ایشون داره اعتراض میکنه و منفجر میشه نگاه کنیم، میبینیم که ایشون به محض اینکه حس کرد عملش کرد. یعنی این احساس خشم مرگبارش که و کوبنده‌ای که به طرف داور بود روی راکت تنیسش گذاشت و راکت تنیس خودش رو خورد کرد. در نتیجه موقعی که اضطراب خیلی بالا میره، این حالت انفجاری و منفجر شدن پیش میاد، جوش میارن و دست به کارهایی میزنن که برایشون خیلی میتونه گران قیمت و خطرناک تموم میشه. اما حالا چی کار میتونیم بکنیم راجع به این اضطراب های شدید که منشأ خیلی از بیماری های عاطفی و روانی و یکی از فاجعه های بشری هستش؟ از نظر درمانی، به نظر من بهترین درمان این نیست که ما علائم رو درمان کنیم با شناخت درمانی یا با دارو درمانی،
بهترین درمان اینه که ما بریم اون آتشی که اون زیر اون کتریه اونو خاموشش کنیم که منشأ استرابه، که استراب آوره، که استراب زاست. و اون اینه که برگردیم به ابتدای زندگی، به دوران طفولیت، موقعی که صدمات صورت گرفت، صدمات عاطفی و روانی، و در نتیجه اون احساسات برانگیخته شد و مدفون شد و بدن روی اونو استراب گرفت. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم و برای شما بینندگان گرامی آرزوی سلامت جسم و روان میکنم. شب خوش تا پنجشنبه هفته دیگه. درد دل روان، برنامه‌ای با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی.